بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم خدمتتون و سال نو رو تبریک عرض میکنم. ببخشید مقدار صدام گرفته. ببینید، محضر شما عرض بکنم، قضیه از همین ماجرای در واقع از یک بود، یعنی دو تاش مسئله است به هم پیچیده و در واقع دشمن مشترک دو نفر رو به هم نزدیک کرده، اینطور بگم بهتره. ماجرای انتخابات بود، خدمت شما عرض بشم. یه اکانتی به اسم اکانت یحیی آهسته، حالا در مقال یحیی آسری، ماجرای وام آیه جلیل محبی رو افشا کرد و آیه جلیل محبی رو از چشم من میدونست، اومد توی دایرکت و گفت قصه وام من اینجوری و فلان و بهمانه، شما باید حتما جبران کنید. شما چی رو جبران کنم؟ شما رفتی یه وام 600 میلیون تومانی 60 ماهه مای 10 میلیون تومان بدون 1% سود بهت دادن، گرفتی. اگه حقت بوده که گرفتی، گرفتی دیگه. مگر نه خب برو جواب مردمو بده. گفت نه، تو باید جبران کنی اینو. گفتم آقا اصلا اکانت مال ما نیستش، اولین بار یکی دیگه زده، شما پاسخ بده. اگه به ناحق گرفتی که هیچ، از بیت المال یعنی به ناحق در اختیار شما قرار گرفته که هیچ، باید پاسخ بدی. اگرم نگرفتی که مثلا یه قاعده یه قانونیه، خب چه اشکالی داره؟ که خودشون هم همینطور پاسخ میداد، میگفت تازه 500 دیگه هم میخوام برم بابت وکالت بگیرم یا همچین چیزی. و صراحتا تو دایرکت گفتن همین اسنادش موجود الان تو دایرکت، همین الان هست که اگر جبران نکنی قصه وام منو، من تمومت میکنم. و میرم میگم این برنامه تو پشت سر علما حرف زدی و گفتی علما یهودی هن و خیلی فضای عجیبی، که من همونجا در دایره جوابش ندادم، گفتم اینا مزخرفی بیش نیست. علمایی که دارید اسم میبرید، من در موردشون توییت دارم، نظر صریح و مستقیم بیان شده دارم در مورد مرحوم حضرت آیت الله مصباح، در مورد مرحوم حضرت آیت صافی که اصلا ایشون امام زمانی بودن، کاملا اصلا نگاه ما کاملا متفاوت هم بود. یعنی یک الغه مهدوی هم به ایشون ما داشتیم و هر جا میرفتم این منتخب الاثر ایشونو معرفی میکردم، خودم خیلی استفاده میکردم. توی نرم افزار جامعه مهدویتمون با دفترشون تماس گرفتیم و ازشون اجازه گرفتیم که فایل وردشو در اختیار ما قرار بدن که ما انتشار بدیم مردم استفاده بکنن. خب و میگفتن من تو مصافم شاهد دارم که تو این حرفا رو میزنی. و عجیب بود چون ما تو مؤسسه مون اصلا هر چه حرفایی نمیزنیم که آقا ایشون بخواد شاهد داشته باشه نداشته باشه، ما توجه نکردم. اهل باج دادنم خب نیستم، گفتم هر کو میخواد بکنی بکن. درگیر انتخابات بود و این یک مسئله. مسئله دیگه یک طلبه بود که خدمت شما عرض بکنم، با ما آشنا شد، حالا از ما خواست که یعنی همراه با یک نوع از اصراری در واقع. خب من خب روشون رو زمین ننداختم، چون من همیشه نسبت به طلاب یه حس یعنی مظلومیت دارم که اینا واقعا شرط جامعه، یه جوری باید تا جایی که میشه کمکشون کرد خدایا. بعد آقا بیا خونمون روز قدیر رو، من رفتم عید قدیر جشن کوچیکی تو خونه پدریشون گرفت بودن، من رفتم به عنوان سخنران و حتی از من خواستن که یه جا مثلا مشاور باشم، یک مسئله شخصی داشتن که حالا به هیچ وجه من راجبون مسئله شخصیشون صحبت نمی‌کنم، چون اصلا نه این کار اخلاقی است نه شرعی. خدمت شما عرض بشم که حتی سر یک باز یک مسئله دیگه تو واتساپ کلی عکس و کد ملی و نمیدونم کارت ملی و فلان فرستادن که در مورد بنده خدای دیگه ای. یعنی من برداشتم این بود که ایشون طبیعی نیست رفتارش، تا اینکه یک روز در فضای همین شبکه‌های اجتماعی و توییتر با این آقای پورمسعود درگیر شدن و یک نسبت خیلی زشت دادن حالا در مورد خانم ایشون. آقای پورمسعود هم توییت زد که باش میرم شکایت میکنم دیگه، تو همچین نسبتی دادی. خب دیگه حقشه. ایشون اومد توی دایرکت به من که باید بگی که این خدمت شما عرض بکنم، پورمسعود یا تا بعد از ظهر توییتشو پاک میکنه از شکایت منصرف میشه، یا من از همینجا بلند میشم میرم قم میگم شما الید و بلید و مثلا این حرفا دیگه دارم. خب اینا مال قبل از این ماجرای انتخابات. خب خیلی باز اینم لحن تهدید داشت و من گفتم بچه‌ها باجود ما که همچه حرفی نزنیم. بس آقای پورمسعود یه شخصیه، من یه شخص دیگه، برای خودش توهین کرده به ایشون، اتهامی رو وارد کرده، ادعایی کرده، باید پاسخ بده و الا علم میکنم و بل میکنم و هی تهدید دیگه. من آخری آقای پورمسعود که شکایتش رو در واقع جدی شد و اینها، باز دوباره تماس که آقا تو رو خدا قسم فلان که آقا تو رو خدا کوتاه بیایید و نمیدونم شما رو حضرت زهرا ایام فاطمی هست و اینا. گفتم بابا این شخص خودشه، یه فرد دیگه. من با پورمسعود صحبت کردم، گفتم حالا این بنده خدا اومده گفته اصلا
اصلا یه به مرام ورزشکاری اینجوری هم کشونده بود، بگو ایشون تو ورزشکاری و نمیدونم چی. گفتم کوتو، گفت بابا این هر دفعه اینجوری میکنه دوباره یه کار دیگه میکنه. دیگه من که با پور مسئول صحبت کردم، ایشون هم رفته بود با یه وکیل صحبت کرد، وکیل هم گفته بود من 20 میلیون میگیرم یا کارتو انجام میدم. و من گفتم حالا یه خورده صبوری کن، همیشه شکایت نکن. من چون واقعا روند و رویه هایی که تو دادگاه ویژه روانه چطور شکایت میکنه میدونم، یه تفاوت هایی داره یه خورده، اما نمیدونم چجوریه، یعنی نمیدونستم. بعد دیگه یکی از بچه های دفتر ما واسطه شده بود و چون من خودم دیگه باشون کاری نداشتم. بعد تو ایام انتخابات که پیش آمد، خدمت شما عرض بکنم، من برداشتم اینه حالا که این دو نفر به هم وصل شدن و در آقای محبی که میگه یه نفر اومده گفته به علما، ایشون رو داره شاهد خودش میاره چون کس دیگه ای نیست اصلا. من چرا خیالم راحته؟ چون اصلا این حرفا رو نه قبول دارم، این مزخرفات چیه؟ من انقدر از حضرت آیت الله مخارم دفاع کردم که آیه زندی بودن خدمت شما عرض کنم، خاطرم هست ایشون، من یه بار خدمت آیه مکارم یه پرونده بود بردم در مورد این فرقه ها، با هم آشنا شدیم، تلفن گرفتن از من، تماس گرفتم با ما، موقعی بود جوک درست میکردن در موردشون، لطیفه درست میکردن. خب من در سخنرانی محکم پاسخ دادم، انقدر من محکم دفاع کردم از ایشون که آی زندی من که اسمی برم فقط بخاطر که مستند باشه، گفتن که ما فکر کردیم شما مقلد ایشونید. خب من مقلد رهبر انقلابم. بعد خدمت شما عرض بشم اینطور که در مورد حضرت آی صافی هست که آی مصباح دیگه ما انقدر دفاع کردیم، مثلا خندم میگیره که این چه حرفای عجیب غریبه. یا آی نوری همدانی که اصلا سر ماجرای 88 من اصلا ارادت قلبی بهشون دارم، عجیبه برام. و اینکه من دائم خدمت علما میرسم، حالا تصاویرشو بعضی ها شبکه‌های اجتماعی هم منتشر میشه و این دیدارهای دیپلماتیک نیست. علمایی که من خدمتشون رسیدم برید بپرسید ببینید چی میگن. ببین من تو جلسه چی گفتم؟ من اعتقاد دارم ما مترجم بین علما و جوانهایی هستیم که پا منبر علما نمیشینن. یعنی ما باید اینا رو ببریم به زبان امروز. مگه مثلا توی همین ایام ماه مبارک رمضان عنایت داشته باشید، جنود عقل و جهل امام رو نمیگم، شرح جنود عقل و جهل یعنی امام صادق عرضه میکنم خدمت مردم، شرح جنود و عقل جهل امام خمینی رو میگم. اونم چی؟ یعنی کتابو برمیدارم، در واقع متنی پی دی افی که دارم با همین لپتاپم به زبان امروزی برای بچه‌ها میگم، امروزیش میکنم. خب یعنی وظیفه خودم میدونم. ما خدمت حاجی جاودان رسیدیم، ایشون فرمودن که برو جاهایی که حرف ما رو نمیشنون برو حرف بزن. خب و این رو رسالتی است که خود علما بر دوش ما گذاشتن. هیچ وقت هم ادعای نداشتیم که خطایی نداریم. خب طبیعیه دیگه، همه جا خطا هست، کی معصومه؟ یا دوره مهدویتی که برگزار کردیم دیگه، اگه ما سراغ مرکز تخصصی مهدویت بنیاد حضرت مهدی نریم، بنیاد حضرت مهدی موعود خدمت شما عرض کنم، متوسطین های جای قرائتی، یه کجا باید بریم؟ همه اساتید رو آوردیم، حتی اساتیدی بودن که مثلا به خود من نقد داشتن، اما ما ازشون بهره می‌بردیم. ربطی نش به من نقد داشته، به مهدویت که نقد نداره، به منظومه که نقد نداره. فضا اینجوریه. منتها توی این ایام یهو این فضا اینجوری پررنگ شد. این مسئله‌اش که در واقع وجود داره اینه که ببخشید طولانی هم شد. چرا اینا 4 سال ساکتن؟ شما هر دوتون طلبه بودید، 4 سال از من اینا رو شنیدید. اصلا این دوتا هیچگاه با هم با من یک جا جلسه ای نبودن. اصلا از موقعی که این آیه طلبه جوانو من میشناسم، اصلا من آقای محبی را نزدیک ندیدم، یعنی که باش مکالمه داشته باشم. یک جلسه مشترک بود یه جا دیدیم، من سلام بهش کردم، دادم بشونش بلند شدم رفتم. یعنی تو مکالمه اونجوری شکل نگرفته بین ما. بعد تا اینکه دیگه ایشون اومد یه روز اومد توییت زد، این طلبه جوان، که بچهای مثلا مؤسسه آیفی پور برگشته من گفته که بچهای ما با هیچ روحانی حال نمی‌کنن جز تو. خب این حرفا بیخودیه دیگه. خب شما کلی طلبه دفترم رفت آمد دارن، یعنی چه حال نمیکن؟ پس اینا کیان؟ ما حاجای هاشمی و اوتومی جمکران بودن. اصلا خدمت شما عرض بکنم بخشی از کار مؤسسه رو دوشه ایشون بود، کل موکب و این زحماتش رو این بزرگوار کشیدن. این حرفا چیه؟ خدمت شما عرض بشم که من دیگه بهشون پیام دادم گفتم ببین تا قبلش من می‌خواستم میانجیگری کنم بین شما اینا، اما الان دیگه این حرفو که زدی که ما رو جلو علما قرار بدی، جلو روحانیون قرار بدی، این خیلی خطرناکه. یک جریان مردمی که مقبولیت اجتماعی داره، خب کدوم عاقل اینا رو میذاره جلو علما؟ الا اینکه میخواد خودشو رهایی بده جز اینکه از علما رو دیوار کنه. خب این اگه سند دارن بیان بگن، مدرکی دارن بیان ارائه کنن، همینا تو شبکه‌های اجتماعی پخش کنن، هر مدرکی دارن پخش بکنن.
اما خب من قطعا شکایت میکنم برای دفاع از حریم علما، من شکایت میکنم و که هر کسی خدمت شما عرض بکنم که اجازه به خودش نده، حالا چون بعضن لباس و یک طلبی به تنش بکنه، اجازه بده پیدا کنه که بره از علما خرج کنه بر نجات خودش، بابا یک حرف سخیفی زدی، یک نفر ازت شکایت کرده، شما بیا ما رو تهدید کنی، اگر اون یه فرد ثالثی شکایتشو پس نگی، من میرم همه جای کار میکنم علماشون بدبین بشن. خب ببین بعد بیاید کارو به کجا بکشونی، حرفای سخیف و عجیب غریب و نمیدونم نسبت به علما، نسبت به بچهای انقلابی. خب منم به شما بگم، خب دور دوم انتخابات نزدیکه، همین اینا چرا 4 سال پیش حرفا نمیزدن، دم انتخابات یادشون افتاد با شروع اصلا اولین کسی که حالا این عرض کنم، وقتی من با مهیب گفتم شما هر کاری بخواد بکنی بکن، شروع کرد توییت زدن آقای رایفی بود نظر شما در مورد مثلا آیت الله مصباح چیست، نظر شما در مورد آیت الله نوری همدانی چیست، که من همون موقع در ایام انتخابات صراحتا تصویری سخنرانی کردم و پاسخ دادم. خب یعنی فضا اینه که دقیقاً از همین انتخابات شروع شد. حالا قبل دور دوم انتخابات میدونن جامعه انقلابی و مذهبی در واقع اون جامعه رأی ماست و دور اول که خب شکست سنگین اینا خوردن در تهران و در برخی دیگه از شهرها، دارن این فضا رو آلوده میکنن، اول ما رو مشغول به خودشون بکنن، دوم همین که اون جامعه مذهبی نگران بشه. یه مسئله هم وجود داره که این خیلی خطرناکه، من معتقدم باید این بت شکسته بشه، اینی که هر کسی جلوی این آقایون میایسته یا قبولشون نداره یا به هر حال رقابت دیگه، خب اینقدر سری پشت علما قایم میشن و از علما اینقدر کاربری بد میکشن، یعنی خیلی بده واقعا جایگاهشون زیر سوال برن، سری اینا رو ضد علما میگن، منحرف میگن، نمیدونم خدمت شما اصلا فرقه میگن و نمیدونم میرن پشت سر هیئت و مدعاها و نمیدونم چیزا اینها رو به جون طرف میندازن. ببین من معتقدم امروز این یک روشه، خب یعنی یه روش احمدی نژاد سازیه که سریع فشار بیا این احمدی نژاد منحرف میشه در مورد همونا همینه. مثلا من دیدم ایشون توی زدی که چرا آقای رایفون همون در مقابل جن دارد صحبت میکنه، نمیدونم فهم. اصلا همون جلسه ما خدمت هایتون رو مکارم میسیم در مورد همین مسئله بود، خب سالها پیش بود، من تصاویر عکسام جلسه رو تو دارم. بعد محضر شما عرض بکنم که حالا رایفون مثلا در مورد جن چی گفت، گفته سراغ جنگیر نرید، اصلا به اینا رجوع نکنید، اینا همش خطره، به قرآن متوسل شید که گناه کبیره انجام ندید، خدمت علما برسید، همین جز این چی بوده؟ حالا اینا کدومش غلطه کدومش اشتباه، اما میبینید فضا انحراف، جن، فرقه، اینها آشناست. در مورد آقای سعید محمد هم جلوی اینا ایستاد، من اصلا با آقای سعید محمد سر ماجرا انتخابات اصلا هیچ کنشگری نداشتم، تو انتخابات ریاست جمهوری باشون کاری نداشتم، اصلا دوست مشترک داشتیم که برای ایشون تو ستادشون بودن اما بنده نبودم و منتها اینم همین حرفا رو در مورد ایشون هم درست کردم، الانم باز شکست خوردن در مورد ما دارن درست میکنن. یک بار بر همیشه بساط این کثافتکاری باید برچیده بشه، ان شاء الله حالا ما باذن الله پیگیری حقوقی انجام میدیم و حتما گزارش خدمت همه شما عزیزان میدیم. ببخشید خود طولانی شد، من خیلی از مسائلم دیگه نگفتم مفصله، حالا ادعای عجیبه. خلاصه اینه که تهدید این که یا این کارو نمیکنی یا اگه بکنی ما میریم میگیم تو ضد علمایی، این عبارت که آیه چیز استفاده کردن آیه جل محبی که خدمت شما تمومت میکنم، یا این برادرمونم آیه اسدی هم همینطور دیگه، من اینجا پا میشم میرم قم، یا تهدیدات اینجوری که آقا یه چند وقتی من نمیدونم مثلا سخنرانی ندارم، منبر ندارم، بیکارم، یعنی بلند میشم، یا امشب رفتم سخنرانی کردم یه مسئله مسئله گفتم اما فعلا ازت اسم نبردم، آقا یعنی چی؟ من باید باج بدم که یه نفر دیگه بیاد به تو رضایت بده، به من چه؟ برو خودت کار حل بکن، جلو دهانتو نتونستی بگیری، جلو زبانتو نتونستی بگیری، جلو انگشتتو موقع تایپ کردن و نوشتن برخی از مطالب نتونستی بگیری، بعد بیا این فضا رو اینجوری درست بکنی، این انصافه؟ یا آقای ما به شما یه وام گرفتی، حقت بود و نوش جونت، برو دفاع کن، من چرا باید جبران کنم وام شما گرفتی؟ ببینید این ظلمو میبینید، اینو خدا وکیلی، و اینکه اینا در لباس پیامبرم تنشون این کار میکنن واقعا برای من عجیبه. خب و من هی سکوت کردم، احترام همین لباس رو نگه، اما نگه داشتم، اما الان میبینم که دارن آبروی همین لباس برده میشه، یعنی چی؟ یعنی این که پشت سر علما قایم بشن و نسبت به علما و نمیدونم فلان نسبت ناروا و نمیدونم جاسوس و این آقای لایوی گذاشته به بنده خدای جاسوس و نمیدونم فلان، و جالب همون آدمی که مجری همون برنامه لایو بود، برید شما هدر توییترش رو نگاه کنید، عکس های قالیباف
بابا یه برنامه انتخاباتی بود تمام شد، من فردا شهر امام‌رضا گفتم از فردا اخلاق علوی پیش بگیرید تموم کنید. منتها اینا از اونجا که فهم شد آقا براشون بیشتر به ادا شبیه ظاهرن دیگه، چون در عمل انجام ول نمیکنن ماجرا رو. میبینید دیگه این دو تا طلبه رو عرضه میکنم که در مجموع آقایینی که ماجرا انتخاباتی شکستی داشتن ول نمیکنن. حالا اگه شما جواب بدی برمیگردن میگن آها دیدید اینا نمیخوان تموم کنن، اینا سیاه نمایی میکنن، اینا علم میکنن، بل میکنن. این کل ماجراست.